دو خواهر از خانواده اشرافی شیفته یه پسر رانندهشون میشن، در حالی که تا اون زمان هیچ کدومشون به اون توجهی نداشتن. بعد از ماجراهای سرانجام خواهر کوچیکتر به نفع خواهر بزرگتر خودشو کنار میکشه. بخشایی از فیلم هنگامه رو با هم تماشا میکنیم. حالا لابد منو شناختین ها؟ ده چیه؟ در ماکتون برده پس تو همون بهزادی؟ بله بهزاد، همون بهزاد پسر آقلام راننده تو. لابد تو دلتون میگین کاش منم بهزاد نبودم ها؟ او نه، این چه حرفیه؟ من خیلی هم خوشحال شدم که شما رو شناختم. فقط میدونین شما با این لباس آره میدونم، من خیلی عوض شدم. شاید اگه این لباس تنم نبود شما منو سوار ماشینتونم نمی‌کردید. خواهش میکنم این حرفو نزنید. من جدا از اینکه شما رو شناختم خوشحالم. تعجب میکنم چطور قبلا متوجه شما نشد. ها، برای اینکه من قبلا برای شما وجود نداشتم. شما هرگز منو از نزدیک ندیده بودین خانم هنگامه. بله درسته. شما رو اینجوری ندیده بودم. گوش کنین چی میگم. چطوری برای جبران گذشته ما بیشتر از این با هم آشنا بشیم؟ من امشب به مناسبت اومدن خواهرم از اروپا یه پارتی کوچیکی ترتیب دادم. خوشحال میشم اگه شما تشریف بیارین. فکر نمی‌کنم اومدن من صورت خوشی داشته باشه. برای چی؟ از لحاظ پدرتون، شایدم خواهرتون، از لحاظ موقعیت من تو این خانواده. این چه حرفیه؟ شما مهمون منی، من شما رو دعوت میکنم. این منم که میل دارم. البته اگه برای شما مانعی نداشته باشه. منم خوشحال میشم که به خاطر شما تو اینجا شرکت کنم. تا امشب. تا امشب جناب سروان. آزاد. ماجرای فیلم داماد فراری با بازی آذر شیوا و همایون از این قراره که پدری قبل از مرگش وصیت میکنه که دو فرزندش به شرطی وارث اموالش میشن که نوه‌هاش به عقد همدیگه در بیان و بچه دارشن. دو برادر سعی میکنن بچه های خودشونو به ازدواج با همدیگه راضی کنن، ولی مهری دخترمو و مهدی پسرمو هر کدوم به تصور اینکه اون یکی به قصد تصاحب ثروت راضی به ازدواج باش شده از این کار خودداری میکنن. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. بس ماچ تو ماچ شده آدم نمیدون کیو برای چی ماچ میگه. بس دیگه بس دیگه بس دیگه. امیدوارم این مسافرت ماه عسل به هر دوی شما خوش خوش بگذره. بگذره این ماه عسل هم از اون رسمای خوبه. خوبه. آه که من میمیرم برا. منم میمیرم برا. من میمیرم گوشه دل دین خلوت مات زیبا با در دامن طبیعت آه. عروس و داماد کنار هم در آغوش هم آو چه لحظه پرشوره. مرد چه خبره؟ شما خیال رفتن تو عوالم ماه اثر اون لحظه های پرشورشه که آدم از نم بسه دیگه بسه دیگه سوتر مطلب اصلی رو بگو. کدوم مطلبو؟ تفسره دو از ماده چهار. راست بگی این کار کار رابی. رابی میگم رابی این کار بگو راجب تفسره دو از ماده چهار وصیت نامه تو بهشون تو بهشون بگو. اون با من آره تا اینا صاحب بچه نشن که ارث و مرث باقی شدون به ما نمیرسه. ملا قربان هرچی باشه شما بزرگتر این بهتر موضوع بچه دار شدن خودتون بشون. آره راست خودم بهشون در ضمن بخواستم بهتون بگم خدا بیامرزه مرحوم مادرتون. تو همون شبای ماه اول عروسی بود که 13 سفرم بود. خدا تو رو ببادم. مقصودشون اینه که تفسری دو از ماده چهارو تو همون ماه رو پشت بون اجرا کردن. حالا پسرم باید کنی که تو پسر همین پدری. همین پسری. و تو دخترم باید ثابت کنی که دختر همین پدر. پدر همین دختری. یعنی تفسری دو از ماده چهارو تو ماه آخر باید اجرا کنم. نفهمیدم این تفسری و ماده دیگه چیه؟ آخه میدونین خانده دار جان خانده دار شما بگیم چی رو؟ همون مطلب رو دیگیم راست دادم نشه اینه که تو این ماه اصل باید صحابه یه چیز بشین. صحابه یه تفسره دو از ماده چهار یعنی صحابه یه بچه بشین. یه بچه بشین به من مربوطی نیست. تفسره دو از ماده چهاره. ها شما صحابه یه بچه نشین آقایونا نمیتونن اون ارث و میراث و باقش امرون رو حفلو کنن. ولی قرار ما دیگه تفسره و ماده نداره. خب حالا که پیدا شده تو دیگه چی میگی؟ بالاخره هر عروسی یه تفسره دو از ماده چهار به دنبال شد. بله این مال پدره. پس مطلب چی هستیم؟ بریم. خیلی خوب بریم.
فیلم اشک رقاصه به کارگردانی اسماعیل پورسعید محصول سال 1356. اکبر در پی کار از عراق به تهران میاد، اتاقی اجاره میکنه و با مشید الله و پسرش حسن هم اتاق میشه. مشید الله وانتبارش رو به اکبر میده تا روی اون کار کنه. خونه متعلق به رقاصه سال خوردهی به نام مرضیه است و مریم خواهر مهدی بنگاهدار همونجا مستأجره. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. بردر آوردی؟ بگو ببینم خودت چی کاره ای؟ بالا آموچون من رانندم. یه سه 4000 تومانی دارم، میخوام یه پیکان بخرم و باش کار کنم. چی داری میگی مردی سبی؟ با 3-4000 تومن رو راکش هم بید نمیدن. گذشته از اون، با ماشین شخصی 100 تومن کار که بکنی 200 تومن باید جریمه بدی. تازه بعضی ها میگن ماشینو میخوابونن بعدم سقفشو عره میکنن. بایدم بکنن، پس مردم برسونن خونه هاشون. میگم که بد جوری دارین ما رو مایوس میکنین. اگه اینجوره ما فردا اساسمونو جمع کنیم برگردیم شهرمون. نه به این زودی روحیت از دست نده. من یه وانت دارم بهت میدم باش کار کن. آدم دندونگردی هم نیستم. روزی 100 تومن بدی میگم خدا بده برکت، باقی شرط کن نگرانه. البته بنزین و روغن و خرجای دیگرش هم با خودت ها. سرویس یادت میاد؟ خیلی خوب، حالا یه هفتهی باش کار میکنم ببینم درآمدم چقدره، چیزی گیر خودم میاد یا نه. حالا برای این چه خرجتم تو تهرون زیاد نشه، یه پیشنهاد دیگه هم دارم. چه پیشنهادی؟ از فردا ما با هم هم خرج میشیم. خوبه. تو روزی 15 تومن میدی؟ خوبه. برنج و روغن و گوشت و سبزی و نون و ماست و میوه این کوفته زهرمارا با تو؟ نگفتی خوبه؟ البته باقیش با من. بله خوردنش با ما، یخو نگفتی بابا. خوب شد گفت. روزی نصف قالب یخم باعث بخری فهمیدی؟ چون من فعلا یخچال مخشل ندارم. ماست و میوه این کوفته زهرمارا با تو؟ نگفتی خوبه؟ البته باقیش با من. بله خوردنش با ما، یخو نگفتی بابا. خوب شد گفت. روزی نصف قالب یخم باعث بخری فهمیدی؟ چون من فعلا یخچال مخشل ندارم. ایشالا اونم تو فیلم سینمایی برای چه قلب ها میتپد که تو سال 1350 ساخته شده، داستان مثلث عشقی بین فرهاد نازی و رضاست که از کودکی با هم بزرگ شدن. فرهاد به وکالت مشغوله و رضا زندگیش رو به بتالت میگذرونه. فرهاد به خاطر رضا از عشقش صرف نظر کرده، اما پدر نازی رضا رو به دامادی قبول نمیکنه. رضا درس میخونه، به خدمت میره و مفقود میشه. اون توی روز ازدواج فرهاد و نازی برمیگرده. بخشایی از فیلم برای که قلب ها میتپد رو با هم تماشا میکنیم. تو میزنی و اگه زنده بمونم خاطر جمع باش که این همون یه دونه کاغذ تو بود که من زنده نگرد داشت و اندازه تمام ریکای ریز درشت این کودش تو زنده رزم. سردار نمیرم. این مزخرفات چیه؟ از من میپرسیم بیدر. از کی بپرسم؟ از باقبون؟ اون برای تو نامه نوشته که واسهش نامه نوشتی؟ من براش نامه ننوشتم. پس کدوم احمق این نامه رو نوشته؟ من نوشتم. احمقی که اون نامه رو نوشته منم. تو؟ آره من. میدونین برای چی؟ برای اینکه تنها چیزی که یک آدمو میکشه تنهاییه، یعنی تنهایی دلش. و دل رضا تنها بود. درسته اون اشتباه کرده بود، اون از اول نبایستی دل به عشق دختر شما میبست، اما کار دل به حساب و کتاب و ضرب و تقسیم نیست. اون عاشق نازی شده بود و خیال میکرد که نازیمونو دوست داره. رضا تلاش کرد تا همون چیزی بشه که شما میخواید و شد. اما تو بیابون، تو قربت، زیر رگبار گلوله، قلبش تو انتظار یک نامه بود، نامه ی نازی. ولی نازی نمیخواست بهش جواب بده و من که دیدم نمیتونم ببینم تو انتظار یک جواب بمیره از قول نازی. نامه رضا جواب داد. تو به چه جرأتی این کارو کردی؟ خیلی خوب، من این کارو کردم، حالا میخوای اعدامم بکنی؟ خب بکن. اما از طرف رضا خیالتون راحت باشه، مرغ دل عاشق اون دیگه طرف دختر شما پر نمیکشه. برای اینکه این مرغ دیگه پرهاش شکست، رضا مرد. فیلم سلطان قلب ها یکی از محبوب ترین فیلم های سینمای ایران، ساخته محمد علی فردین، محصول سال 1347.
زوج جوونی در جریان حادثه‌ای هر کدوم با این تصور که همسرشون درگذشته سالها دور از هم زندگی میکنن. مرد خواننده‌ای معروف میشه و زن در حادثه‌ای بینایش رو از دست میده. سالها بعد مرد اتفاقی با دخترکی روبرو میشه و بدون اطلاع از اینکه دختر چه رابطه‌ای با او داره باعث معالجه مادر دختر و همسرش میشه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. چرا؟ فراموش کن نازی همه چیزو. خیال میکنی آسونه؟ اگه من بخوام چیزی رو فراموش کنم باید همه این سالای زندگیمو فراموش کنم، این به نظر تو آسونه؟ آسون یا سخت ما مجبوریم این کارو بکنیم. شاید حق با تو باشه، یعنی حتما حق با توی. خود منم همین خیالا رو میکردم. میدونی من درست نمیدونم، ما واسه هم ساخته نشدیم، یعنی به درد هم نمیخوریم. خب شاید همش یه عادت بوده. آره حتما همینطوره. خب ما به هم عادت کردیم دیگه، یعنی از بچگی. آدم مگه دیوونه است که فقط بیاد به خاطر یه عادت ازدواج بکنه؟ میدونی من ممکنه زن پسر عموم بشم، اون یه مهندسه خیلی هم خوش تیپه. یا زن پسر خالم، اونم اومده بود خواستگاری من، دو تا پاشو کرده بود تو یه کفش که من نازی رو میخوام. تازه من خیلی خواستگاری دیگه هم دارم، شاید 10 تا، نه 20 تا، نه شاید هم 50 تا بشن، نمیدونم، اصلا نمیدونم، شاید هم برسن به 100 تا. خیلی خوب، سر کدوماشون بشن؟ اما من میگم پسر خالم یا پسر عمو، اونا چطورن؟ من که خیلی دوستشون دارم، تو میگی زن کدومشون بشن؟ ها جوابمو بده. لازم بهتره همدیگر رو گول نزنیم.